مثل هر جمعه نگاهی میکنیم به پیشبینی فروش فیلم های روی پرده سینما ها با بهنام ناطقی که با ما همراه هست. بهنام خوش آمدی به برنامه. حالا دیگه ما کاملا وارد فصل جوایز شدیم و فکر میکنم همه منتظر تماشای فیلم های جدید هستن. درسته، بعد تا دو روز دیگه در واقع برنده های جایزه گلدن گلوب اعلام میشه و بعد هم نامزدهای اسکار اعلام میشن. این موقعی نیست که فیلم های جدید خوب بگذارن. صاحبان فیلم‌ها طی چند هفته آینده سعی می‌کنن بهترین بهره رو از این نامزدی‌ها و جایزه‌ها ببرن برای کشوندن مردم به سینما برای دیدن فیلم‌های روی اکران. اما این جمعه فیلم جنگ ستارگان وارد چهارمین هفته نمایش جهانیش میشه. چهارشنبه پیش رسانه‌ها با آب و تاب گزارش دادن که ظرف 20 روز فیلم جنگ ستارگان نیرو برمی‌خیزد. فیلم اواتار رو در خود آمریکا به عنوان پرفروش‌ترین فیلم تاریخ کنار زد و به زودی در جهان هم کنار خواهد زد. اما مهمتر از این خبر آغاز نمایش جنگ ستارگان در چین هست از امروز، که از نظر اهمیت دومین بازار سینمایی مهم دنیا بعد از خود آمریکا هست. اواتار در چین 200 میلیون دلار فروش کرد و فعلا تمرکز همه بر این است که جنگ ستارگان در چین چطور خواهد فروخت، چون برخلاف مردم دیگه کشورها، چینی ها وقتی که جنگ ستارگان به پرده اومد گرفتار پیامدهای ناگوار انقلاب فرهنگی بودند و اینطور نیست که مثل جاهای دیگه چند نسل هوادار جنگ ستارگان داشته باشه. فروش جنگ ستارگان در 4134 سینما در آمریکا طی 3 روز آینده بالای 50 میلیون دلار دیگه پیش بینی شده، که یعنی همچنان مقام اول جدول در هفته هم حفظ میکنه با فاصله خیلی زیاد با فیلم بعدی و فیلم های بعدی که عمده ترین اونها فیلم بازگشته یا ریوننت هست از الهاندرو گونزالس اینارریتو. تمرکز فیلم بازگشته کار جدید اینارریتو بر کار بازیگران است، به خصوص لئوناردو دیکاپریو. اینجا در لس آنجلس روی فرش قرمز جلوی سینمای تاریخی چاینیز وسط هالیوود. اینارریتو میگوید کار دیکاپریو نشان میدهد که چه بازیگر بزرگی است. ستاره برجسته تقریبا در تمام صحنه های فیلم بازگشته حضور دارد و بیشتر مواقع بدون کلام و به تنهایی، گاهی هم همراه با تامس هاردی که در این داستان نقش خبیث را بازی می کند. هیو گلاس شخصیت دیکاپریو قهرمانی از اسطوره های مردمی غرب آمریکا، شکارسی خرس و بلد جنگل بود، راهنمای تله‌گذاران تجارت پوست. همراهان او را به تصور اینکه از حمله خرس وحشی کشته شده وسط جنگل های غرب رها می کنند. فیلم داستان مقاومت سرسختانه است برای زنده ماندن به قصد انتقام. دیکاپریو کار فیلم برداری بازگشته را به بازی در تئاتر تشبیه می کند و می گوید در هیچ فیلمی به این اندازه تمرین نکرده بود. منتقدها هشدار دادند که تماشای این فیلم خوش ساخت و نفسگیر برای همه آسان نیست، به خاطر نماهای نزدیک از اندام زخم خورده و خونین و خشونت لمس پذیر نزاع‌ها. ولی هفته گذشته استقبال تماشاگرها از اکران محدود بازگشته از پیشبینی کارشناسان بهتر بود. بنام، اما این فیلم بازگشته برای جایزه های متعددی، حالا اصلا مهمتر گلدن گلوب هم نامزد شده، این چه تأثیری میتونه در فروش این فیلم داشته باشه؟ خب شرکت فاکس فیلم بازگشته رو مثل فیلم تکتیرانداز آمریکایی که یونیورسال پارسال آورده بود داره اکران میکنه، به صورتی که اول روز کریسمس اکران محدود رو شروع کردن که میانگین خیلی بالای اومد برای فروش بلیت در هر سینما، که برای بازگشته بالای 110 هزار دلار بود که خیلی رقم خوبی هست. اما فیلم بازگشته برای تهیه کننده فاکس قرن بیستم بالای 135 میلیون دلار هزینه داشته. این فیلم دشواری هست، هم فیلم طولانی هست، هم خشن هست، هم فضای خفقان آوری داره در اون جنگل یخزده. هرچند مناظر و سبک خاص فیلم برداریش تحسین شده، ولی فیلمی نیست که حالا وارد 3375 سینما میشه بتونه تماشاگر انبوه رو راضی نگه داره. فاکس منتظر فروش بالای 20 میلیون دلار هست در 3 روز آینده، ولی حدود 18 میلیون براش پیش بینی شده در مقام دوم جدول. رقیب بازگشتم یک وسترن هست در فضای یخزده مشابه، اون هم روی پرده عریض، فیلم هشت کینجو، هشتمین فیلم کارگردان جنجالی کوئنتین تارانتینو، که وارد دومی هفته اکران گستردهش میشه. فروش فیلم به صورت 70 میلیمتری در 100 سینما دو هفته قبل خب خیلی خیره کننده بود.
اما کارشناسا عقیده ندارن که هشت کینجو بتونه موفقیت فیلم جنگوی از زنجیر رسته یا جنگو آنچین رو برای ترنتینو تکرار کنه، به رغم اینکه پخش کننده شرکت برادران واینستاین از این جنبه 400 سینمای دیگه هم اضافه کرده که فروش هفته دوم افت نداشته باشه، اما نمره سینما سکور این فیلم بی ماینس هست، در حالی که جنگو با سینما سکور A برای تماشاگرها خیلی فیلم راضی کننده تری بود. به همین خاطر حالا جنگو در هفته اول اکران گستردش زیر 19 میلیون دلار فروش کرد هفته پیش و حالا با افت 50% فروش اندکی بالای 10 میلیون دلار در 3 روز آینده پیش بینی شده براش که میاردش در مقام 4 جدول، یعنی بعد از فیلم بابا اومد کمدی ددیز هوم با شرکت ویل فرل و مارک والبرگ که نسبتا خوب کار کرده علی‌رغم نقدهای منفی. پخش فیلم The Big Short هم با اینکه حالا حالت نیمچه مستندی داره، شبیه مثل برنامه تلویزیونی هست، مدام گسترده تر داره میشه و 3 روز آینده هم در مقام 5 جدول اون فیلم هم 10 میلیون دلار دیگه در 2529 سینما فروش میکنه، یعنی فروشی بهتر از تنها فیلم جدید اکران سراسری این هفته که فیلم ترسناک ماوراءطبیعه است به نام جنگل. My sister Jess and I, we're identical twins. بازیگر سریال Game of Thrones نتالی دورمر در این فیلم نقش سارا را بازی می کند. در آغاز این فیلم ترسناک ماوراءطبیعه، سارا برای یافتن خواهر دوقلویش که در این جنگل ناپدید شده به ژاپن سفر می کند، به تصور اینکه خواهرش ممکن است زنده باشد. It's where lost people go to commit suicide. From the first moment that you meet Sarah, you know, you sort of get the idea that she's got her life together, everything's perfect. کارگردان جیسون زیدا میگوید ظاهرش این است که سارا زن جوان و هوشمندی است که همه چیز زندگی خودش را در کنترل دارد، ولی با جلو رفتن داستان میبینیم که شخصیت سارا آنطور که به نظر میرسد نیست. او میگوید بازیگر نتالی دورمر به خوبی درک کرده بود که شخصیتی بسیار پیچیده را بازی میکند با لایه‌های بسیار، ضمن اینکه نقشی است از نظر فیزیکی هم بسیار سخت. به قول منتقد نیویورک پست، هرچند جنگل از فرهنگ خودکشی در ژاپن به عنوان پس زمینه بهره گرفته، اما عیب فیلم در این است که از ترساندن تماشاگر با ترفندهای کلیشه‌ای فراتر نمی رود. به نام دیدن این بازیگر تماشاگر رو یاد سریال محبوب گیم آف ترونز میندازه. بازی های تاج و تخت در ایران هم خیلی محبوب هست، ولی این فیلم خیلی تفاوت داره با اون سریال. درسته، فیلم جنگل حالا به همین جهت دارن تقریبا همزمان با آغاز پخش ادامه سریال Game of Thrones اکرام میکنن، اما منتقدها اشاره کردن که خانم نتالی دورمر رو نباید روی موفقیت این فیلم حساب زیادی باز کنه. محاسبه فروش فیلم جنگل با توجه به فروش فیلم های مجموعه پارانورمال اکتیویتی حساب شده که 3 روز اول اکران آخرین اونها 2 سال پیش حدود 18 میلیون دلار بلیت فروخت، اما جنگل کشش اون رو نداره و بنابراین با بین 9 میلیون تا 10 میلیون دلار فروش مقام ششم جدول رو میگیره با اینکه هفته اول اکرانش است. در میان 10 فیلم پرفروش این هفته باید از فیلم خواهرها اسم ببریم، سیسترز، کار مشترک زوج کمدی زن محور تینا فی و ایمی پولر. فیلم خواهرها در آغاز پنجمین هفته اکرانش پیش بینی شده که 7 میلیون و 600 هزار دلار دیگه در 2860 سینما فروش داشته باشه، یعنی تقریبا نصف فروش 3 روز اول اکرانش که با جنگ ستارگان رقیب بود. فیلم خواهرها تا روز چهارشنبه بالای 66 میلیون دلار فروش کرده بود که برای فیلم 30 میلیون دلاری رقم آبرومندی است و در مجموع بهتر از فیلم جوی کار کرد، کار جدید کارگردان دیوید او راسل و ستاره فیلماش جنیفر لارنس که حالا وارد چهارمین هفته اکرانش میشه در مقام نهم جدول. فیلم جوی داستان روحی بخش زن سخت کوش است از یه خانواده شلوغ و فقیر که با اختراع زمینشور دستدار و کالاهای دیگه میلیون‌ها دلار ثروت به دست آورد و اهمیت کارش دور زدن شرکت‌های بزرگ تولیدی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای بود با استفاده از نفوذ کلام و جاذبه شخصی خودش در مغازه تلویزیونی QVC. برای جوی طی 3 روز آینده در 2513 سینما فروش نزدیک به 6 میلیون دلار پیش بینی شده. جوی تا روز چهارشنبه پیش بالای 41 میلیون دلار در آمریکا و 18 میلیون دلار در خارج از آمریکا درآورد و فروش کرد و این بود نگاهی به کل فیلم‌های جدید این هفته.